ناگفته های جالب غسال محمد رضا پهلوی و روایتش از مراسم کفن و دفن شاه. درباره اتفاقات بعد مرگ محمد رضا شاه پهلوی، صحبت های غسال او و روایتش از مراسم کفن و دفن شاه روایتی داریم که در ادامه به صحبت درباره آن خواهیم پرداخت. همچنین بحث مختصری از شخصیت و فعالیت‌های غسال محمد رضا پهلوی نیز خواهیم آورد. محمد رضا پهلوی از سال 1354 فهمید که به سرطان غدد لنفاوی مبتلا شده است. این موضوع برای او بسیار شوکه کننده بود. بالاخره او در روز 5 مرداد 1359 در سن 61 سالگی در بیمارستان معادی قاهره در اثر بیماری سرطان خون درگذشت. 2 روز بعد جنازه وی در مسجد الرفاعی قاهره پس از تشییع به خاک سپرده شد. آن که بر جنازه شاه نماز خواند سید طالب الرفاعی روحانی شیعه عراقی بود. رفاعی زاده 1913 در روستای رفاعی در جنوب شهر ناصریه عراق از تحصیل کردگان حوزه علمیه نجف اشرف و از نزدیکان آیت الله شهید سید محمد باقر صدر است. او در روند فعالیت‌های سیاسی روحانیون شیعه در نجف اشرف و تأسیس حزب الدعوت حضوری فعال و تأثیرگذار داشت. در 1962 به نمایندگی از مرحوم آیت الله سید محسن حکیم مرجع وقت شیعیان به قاهره رفت و سالها در آن شهر رهبری شیعیان را بر عهده داشت. وی همکنون در ایالات متحده زندگی می کند. او در کتاب اعمالی و سید طالب الرفاعی خاطرات خود درباره فعالیت‌های سیاسی و روابطش با برخی بزرگان حوزه‌های علمیه نجف اشرف و قم را برای رشید الخیون نویسنده و روزنامه‌نگار مشهور عراقی بازگو کرده که بخشی از آن درباره اقامه نماز بر جنازه شاه ایران بود. از سید الرفاعی خواستم که درباره جزئیات نماز خواندنش بر جنازه شاه توضیح دهد، اینکه چگونه از او خواسته شد که بر آن جنازه غیرعادی نماز بخواند. گفت: وقتی شاه در قاهره فوت کرد، مهمان محمد انور سادات رئیس جمهور مصر بود. ماه رمضان بود، نیمه ماه، شاید 14 سال 1980. آن روز مرا به دیدار وزیر اوقاف مصر زکریا البری فرا خواندند که به من گفت با هواپیمای رئیس جمهور آمدم اینجا تا بگویم فردا نماز میت را شما می‌خوانید. برای اینکه از مسئولیت فرار کنم پرسیدم این را رئیس جمهور خواسته؟ گفت بله. او مرا سراغ شما فرستاده و وقتی جوابت را بگیرم با هواپیمای او برخواهم گشت. ببینید چه می کنید. سید طالب رفاعی روحانی شیعه عراقی می گوید: گفتم آقای شیخ زکریا، چه لزومی دارد طالب رفاعی نماز را بخواند؟ شیخ الزهر و مفتی مصر هم هستند و می توانند بخوانند. چرا باید بین شیعه و سنی تفرقه بیاندازیم؟ رو به من کرد و به عادت مصری‌ها که ما را شیخ می‌خوانند گفت: یا شیخ، من یک پیغام از رئیس جمهور آوردم و جوابش بله یا خیر است. با من وارد بحث نشو. این که گفتی هیچ ربطی به پیغام من ندارد. گفتم به آقای رئیس جمهور بگو سید طالب الرفاعی نماز را می‌خواند، چون دیدم جایی برای رد کردن درخواست رئیس جمهور نیست.
او همچنین از من خواست که برایشان توضیح دهم که در مذهب شیعیان چه چیزهایی برای دفن میت لازم است. به خانه رفتم و تا سحر بیدار ماندم. گفتم که ماه رمضان بود. سحریم را خوردم و خواستم برای نماز صبح آماده شوم که دیدم ماشین ها جلوی خانه ام جمع شدند. خانمم صدا زد که آماده شو. آمدند. گروهی از کارمندان و افسران نظامی با لباس نظامیشان وارد خانه شدند. گفتم خوش آمدید. نماز را بخوانیم و برویم. گفتند نه، نماز را جای دیگر می‌خوانیم. آماده شو برویم. خلاصه بی آنکه خوابیده باشم مستقیم به بیمارستان معادی رفتیم. وضو داشتم. داشت آفتاب طلوع می کرد و نمازم را در باغچه بیمارستان خواندم. بعد رفتم داخل و جنازه شاه را گذاشتن روبرویم. از عکس ها می شناختمش. جنازه کاملا سالم بود و انگار خواب بود. بعد کلی پارچه آوردند. گفتم این همه لازم نیست و اندازه کفن را برایشان توضیح دادم و همونجا ناظر بودم تا درست و بر اساس موازین شرعی کفنش کنند. همه مراسم غسل و تکفین زیر نظر من انجام شد و او را در تابوت گذاشتند. آن وقت گفتم مأموریت من تمام شد. کار دیگری هم دارید؟ گفتند بله، سوار شو. با ماشین ما را بردند به کاخ زین العابدین که کاخ رئیس جمهور بود و قبل‌تر ملک فاروق در آن سکونت داشت. آفتاب داشت می‌زد بالا و احساس کردم دستور دارند مرا نگه دارند و سادات به خانواده شاه وعده داده که نماز بر اساس فقه شیعه بر شاه خوانده شود. این درخواست خود خانواده او بود و فرح همسر شاه تأکید داشت که نماز بر اساس مذهب شیعه خوانده شود. اگه تا اینجای ویدئو همراه ما بودی، لطفاً چند ثانیه وقت بذار، از پایین همین ویدئو این ویدئو رو لایک کن که این لایک های شما کمک بسیار بزرگی به ما میکنه. بریم سراغ ادامه ویدئو. به شدت خوابم می آمد. شب را نخوابیده بودم و صبح زود رفته بودیم بیمارستان. آنجا شیخ انصاری را دیدم. او از تحسین کرده های از زهر بود، اما آن روز لباس شخصی تنش بود. از قبل با هم آشنا بودیم. پرسید اینجا چه می کنی؟ گفتم قصه از این قرار است. محمد تیمور، پسر تیمور پاشا، یکی از نویسندگان و ادبای مهم مصر، او را همراهی می کرد و از مسئولان برگزاری مراسم بود. گفتم به محمد تیمور بگو که مرا به جایی ببرد که قرار است نماز خوانده شود. از من خواسته شده که نماز بخوانم، نه اینکه تشریح کنم. این را برای آن گفتم که از زیر بار تشریح در بروم، چون هم خسته بودم و هم نمی‌خواستم همه دوربین‌های شبکه‌هایی که مراسم را مستقیم پخش می‌کردند روی عمامه ام زوم شوند. او درخواستم را پذیرفت و دستور داد یک جیپ نظامی آماده کردند و مرا بردند به مسجد الرفاعی. مقبره سلطنتی آنجاست. قرار بود نماز میت آنجا خوانده شود و همانجا دفن شود. وقتی رسیدم نشستم روی یک مبل که باوره فرق داشت و از همه شیک‌تر بود. محمد تیمور که رئیس تشریفات بود یکی را فرستاد و گفت که روی یک مبل دیگر بنشین، این جای رئیس جمهور است. گفتم هر وقت رئیس جمهور آمد بلند می شدم. دهانشان بسته شد و ولم کردند. چند ساعتی گذشت و مدام خبرنگاران می آمدند و چیزهایی می پرسیدند و به هیچ کدامشان جواب نمی دادم. انگار لال شده باشم.
فوری آمدند و دورم را گرفتند و انگار روی دستشان بردند داخل مسجد. هیئت رسمی تشییع کنندگان وارد شبستان مسجد شدند. انور سادات بود، نیکسون رئیس جمهور اسبق ایالات متحده بود، پادشاه سابق یونان هم بود. من یک گوشه به دیوار تکیه داده بودم و از جایم بلند نشدم. تعدادی از مسئولان ایرانی زمان شاه هم بودند. دیدم انور سادات از اطرافیانش پرسید نماز را چه کسی می‌خواند؟ مرا نشانش دادند. نگاهی به من انداخت و گفت آقا بفرمایید برای نماز. چند کلمه فارسی بلد بودم. رسم است که از خانواده متوفا برای نماز خواندن اجازه می‌گیرند. من از پسر بزرگترش اجازه گرفتم، اما انور سادات که کنار او ایستاده بود به خود گرفت و با چند کلمه فارسی که بلد بود گفت بفرمایید آقا. به پسر شاه تسلیت گفتم، ایستادم برای نماز. می دانید که نماز میت شیعیان 5 تکبیر دارد: تکبیر اول شهادتین، تکبیر دوم صلوات بر محمد و آل محمد، تکبیر سوم دعا برای مؤمنان، تکبیر چهارم دعا برای خود میت است. ماندم چه بگویم. بعد از کمی کلنجار رفتن با خودم اینطور گفتم، خداوندا این که در برابر توست بنده تو و پسر بنده تو و پسر کنیز توست. او از ملک و سلطنت خیش بیرون شد و اکنون نیازمند و اسیر توست. اگر با او چنان کنی که شایسته اوست، وی شایسته آن است، و گر چنان کنی که شایسته توست، تو اهل بخشایش و مغفرتی. الله اکبر و تکبیر پنجم هم که ساده است، یک فاتحه. بعد وارد سرداب شدم تا بر روند دفن کردنش نظارت داشته باشم. دوربین به دست ها هم خواستند پایین بیایند، اما انور سادات به من لطف کرد و گفت که به احترام میت ورود خبرنگاران به داخل سرداب ممنوع است. آنجا به شاه طبق فقه شیعه تلقین خواندم. بسیاری از عمامه به سرهای سنی هم در مراسم نماز حضور داشتند. کار دفن تمام شد و آمدم بیرون. برخی از ایرانی ها آمدند و با من سلام و علیک کردند، هرچند احساس کردم بعضیشان از دعایی که در نماز خواندم خوششان نیامده است و چپ چپ نگاهم می کنند. شنیدم یکیشان گفت این را خمینی فرستاده است. پسر بزرگتر شاه که در زمان سلطنت پدرش ولیعهد بود هم آمد و به من سلام کرد. بعد هم زاهدی، پسر ژنرال زاهدی که داماد شاه بود، آمد. بعد از آن خبر همه جا پخش شد و به خصوص واکنش شیعیان علیه من شدید بود، به ویژه آنهایی که هوادار انقلاب بودند مواضعی علیه من گرفتند، اما اعتنایی به آنها نکردم چون به وظیفه شرعیم عمل کرده بودم. علی‌رغم حرف‌ها و عکس‌العمل‌هایی که درباره شیوه شیعه توسط سید طالب الرفاعی روحانی شیعه عراقی برای مراسم کفن و دفن شاه فراری بود، اما این روحانی نماز را به رسم شیعه ادا کرد. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. خوشحال میشیم نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدین، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.